8 صبح فرودگاه مهرآباد تهران. هواپیما بعد از 2 ساعت تاخیر بالاخره بلند می شود. 560 کیلومتر تا یاسوج. 55 دقیقه از مسیر را می گذراند تا به اینجا می رسد. رشته کوه دنا. تصاویر از فاصله بسیار کم هواپیماهای عبوری با قله های دنا حکایت دارد. و ناگهان هواپیمای تهران یاسوج به مقصد نرسیده در این نقطه از رادار محو می شود. پایانی نامعلوم. اینجا در پادنا با همه 65 سرنشین. سازمان هواپیمایی گفت هواپیما سقوط کرده. اینها شاهدان ماجرا هستند. تو این دره بادر. تو دره پستنه. کاملا همین بالا یه دودی دیدیم. دود سیاه رنگی که اونا دیدن دودو. چه نقطه ای؟ تو نقطه 2000 متری چون جی پی اس هم زدن و چون آب و هوا یکم بارونی بود شدید بود نتونستیم بینیم بالاتر. یه آخری نقطه شکرم دیگه دو ماشین. به سرعت نیروهای امدادی به منطقه اعزام میشوند، اما محل سقوط صعب العبور است. لابلای کوه‌ها که ماشین رو نیست و فقط میشود با هلیکوپتر رفت، اما هوا هم خراب است و ابری و برفی و بارانی. شعاع دید به 2 متر رسیده. با این حال بیکار نمی نشینند و 70 کوهنورد حرفه‌ای به محل اعزام می کنند. عزیزانی که در طول ماها به قله دنا صعود میکنن همه قله ها را مسیرها را کامل آشنایی کامل دارن. کل کوهنوردا تیم امدادجات که الان میرن بارها و بارها تو شرایط سخت زمستانه اینجا رو صعود کردن و آشنایی کامل دارن. همه با تجهیزات کامل زمستانه دارن میرن. ده ها آمبولانس و 380 متخصص امداد و نجات هم به نزدیکترین منطقه به محل سقوط اعزام شدند و آماده که دریافت کوچکترین نشانی از محل دقیق ناشه هواپیما.